سرخط خبرها. رایالی آمیران به باشگاه کشورهای هسته‌ای پیوست. رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 1401 امشب آغاز می شود. هشدار رشید با آمریکا، حمایت از اسرائیل علیه ایران جان سربازان آمریکایی را به خطر می اندازد. زلزله 5.6 ریشتری ترکیه را لرزاند. و روایت رسانی آمریکایی از توانمندی نیروی هوایی روسیه در برابر اوکراین. با سلام و درود، خوش آمدید به اخبار این ساعت از کانال بامداد ایران. رایالی آمیران به باشگاه کشورهای هسته‌ای پیوست. یک رسانه عربی در یادداشتی با اشاره به پیشرفت‌های کشورمان در زمینه‌های مختلف آورده است که ایران از مرحله در حال هسته‌ای شدن عبور کرد و به باشگاه کشورهای هسته‌ای پیوست. به گزارش ایسنا، روزنامه فرامنطقه‌ای رایالی آم در یادداشتی به قلم عبدالباری اطوان، نویسنده سرشناس جهان عرب و سردبیر این روزنامه، با اشاره به پیشرفت‌های هسته‌ای ایران و اظهار نظر مقامات غربی مبنی بر اینکه ایران توان غنی‌سازی 90% را داد، نوشت ایران از مرحله در حال هسته‌ای شدن عبور کرده و موفق شد که وارد باشگاه کشورهای هسته‌ای شود. در این گزارش آمده است که ایران در مسئله موشک‌های بالستیک فراسود و تولید پهپادها نیز پیشرفت‌های گسترده‌ای محقق کرده است. در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به دستاوردهای موشکی و پهپادی اخیر ایران و رونمایی از موشک پاوه و پهپاد شاهد 149 و اظهارات سردار حاجی زاده مبنی بر توانایی ایران در هدف قرار دادن کشتی‌های جنگی آمریکا در اقیانوس هند آمده است، این اطلاعات را که تمام آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها از آن مطلع هستند را به ژنرال‌های عربی می‌گویند. کسانی که سینه‌هایشان پر از مدال و نشان افتخار است، در حالی که حتی وارد یک جنگ نشدند و اگر هم شدند شکست خورده از آن بیرون آمدند. رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 1401 امشب آغاز می شود. مرحله عملیاتی رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 1401 در منطقه عمومی شمال غرب، غرب و مرکز کشور از امشب برگزار می شود. به گزارش ایسنا، به نقل از قرارگاه رسانه‌ای رزمایش، امیر سرتیب قادر رحیم‌زاده فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیای کشور با تبریک عیاد شعبانی گفت با توکل بر خداوند بزرگ، بر اساس طرح‌ریزی‌های انجام گرفته، مرحله نهایی رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 1401 در حدود 2/3 از آسمان کشور عزیزمان، یعنی در گستره بیش از 1,000,000 کیلومتر مربع از امشب آغاز می شود. هشدار رشید با آمریکا، حمایت از اسرائیل علیه ایران جان سربازان آمریکایی را به خطر می اندازد. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا گفت ما هشدار می دهیم به آمریکایی ها هر گونه حمایت از اقدامات رژیم صهیونیستی علیه ایران به خطر انداختن جان سربازان آمریکایی در منطقه است. به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، سردار سرلشکر غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا در جمع فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران در قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا با بیان اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در طول سال حداقل 30 رزمایش بزرگ و 10 تمرین تخصصی را اجرا می‌کنند گفت جدی گرفتن تهدید و آمادگی برای دفاع و تهاجم به دشمن تدبیر فرمانده معظم کل قواست و منطق حاکم بر اجرای رزمایش است. زلزله 5.6 ریشتری ترکیه را لرزاند. اداره اورژانس و حوادث غیرمترقبه ترکیه اعلام کرد پیش از ظهر امروز زلزله‌ای به بزرگی 5.6 ریشتر استان ملاطیه این کشور را لرزاند. به گزارش الجزیره، اداره اورژانس و حوادث غیرمترقبه ترکیه آفات اعلام کرد پیش از ظهر امروز زلزله‌ای به بزرگی 5.6 ریشتر استان ملاطیه در جنوب این کشور را لرزاند. آفاد اعلام کرد بر اثر این زمین‌لرزه تعدادی از ساختمان‌ها تخریب شده و تیم‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند. و روایت رسانی آمریکایی از توانمندی نیروی هوایی روسیه در برابر اوکراین. پایگاه خبری بیزینس اینسایدر در مطلبی توان نیروی هوایی روسیه را در برابر اوکراین بالاتر توصیف کرد و نوشت
کیف تنها در صورتی دست بالا را در برابر مسکو خواهد داشت که مجهز به موشک‌های پیشرفته شود. به گزارش روز دوشنبه ایرنا، به نقل از پایگاه خبری بیزینس اینسایدر، نیروی هوایی روسیه برای هدفگیری در هوا شانس بهتری نسبت به نیروی زمینی دارد. به نوشته این پایگاه خبری آمریکایی، مقادیر محدود مهمات هوا به زمین به میزان چشمگیری توانسته مانع روسیه در انجام حملات هوایی مؤثر شده است. با این حال ترکیبی قوی از موشک‌های هوا به هوا در دور نگه داشتن هواپیماهای اوکراینی اثرگذار بوده است.